بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را با عناوین سایر خبرها ادامه می دهیم. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا لیست گذاری 6 فرد و 7 شرکت مرتبط با برنامه موشکی رژیم آخوندی در ترکیه و مالت و ایران در فهرست تحریم های ایالات متحده. قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا، محکومیت اعدام ها در ایران، فراخوان به اعمال تحریم های جدید و مرتبط کردن روابط کشورهای اتحادیه اروپا با رژیم ایران با موضوعات اتمی و نقض حقوق بشر. مجله فرانسوی آفریقا آسیا، یک سال بعد از شورش‌هایی که حکومت ایران را لرزاند، این رژیم با سرکوب فزاینده، جراحی اقتصادی، حذف یارانه‌ها و اعدام زندانیان سیاسی همچون علی صارمی قبر خودش را به سرعت می‌کند. انتقال وحشیانه زندانی سیاسی محسن دکمچی، پدر یک مجاهد اشرفی، در وضعیت بیماری شدید به نقطه ای نامعلوم. یک انتقام جویی رذیلانه دیگر از خانواده های مجاهدان اشرف توسط دشمنان خامنه ای. اعترافات دیوان محاسبات رژیم درباره دزدی های نجومی دولت پاسدار احمدی نژاد و مفقود شدن 11 میلیارد و 700 میلیون دلار از درآمدهای نفتی. مصاحبه دکتر صالح مطلق با اشرق الاسد. در انتخابات پارلمانی العراقی پیروز شد و ما باید دولت را تشکیل می دادیم. شرکت ما در این دولت برای محقق کردن تغییری است که برای عراق و عراقیان می خواهیم. تأکید بر اهمیت اجرای همه توافقات و در صدر آنها شورای ملی سیاست‌های استراتژیک به ریاست عیاض علاوی. مخالفت پارلمانترهای عراقی از فراکسیون‌های مختلف با وصل کردن سازمان‌های مستقل به نخست وزیری، این گامی به سوی دیکتاتوری است. گزارش روزنامه از زمان از کشف یک زندان مخفی و فاقد هر گونه حسابرسی در بغداد و شکنجه زندانیان توسط نیروهای ویژه وابسته به دفتر نظامی نوری مالکی. و ادامه قیام و بحران در مصر، سخنان حسنی مبارک در پی تظاهرات میلیونی قاهره و وعده اصلاحات، اعلامیه ی ارتش مصر و دعوت مردم به بازگشت به خانه ها و آرامش برای اجرای اصلاحات، ادامه تظاهرات و درگیری ها.